دوستان سلام من سرماز برقگیر هستم و شما دارید به پادکست لام تا کلام گوش می کنید. لام تا کلام یه گفتگوی دوستان است از قلب من به قلب شما و هدفش فقط و فقط کمک به بهتر کردن کیفیت روابط و زندگی شما لام تا کلام نتیجه تحقیقات من و چکیده ای از جلسات کوچینگ و سمینارهای من من طولام تا کلام از ناگفته هایی میگم که تأثیر زیادی رو کیفیت زندگی ما میذارن و ما به هر دلیلی اونا رو نادیده میگیریم امروز میخوام در ارتباط با 6 human needs یا شش نیاز اولیه آدمی باتون صحبت کنم این کانسپت یا این مضمون توسط استاد بزرگ من آقای تونی رابین ارائه شده و به همین دلیل که من تصمیم گرفتم برای اینکه کمکم به افرادی که دلشون میخواد زبانشون زبان انگلیسیشون یه خورده قوی تر بشه بکنم این مضمون رو محتوا رو در دو زبان فارسی و انگلیسی همزمان توضیح بدم امیدوارم که به دردتون بخوره تونی رابینز میگه ما به عنوان انسان در تقابلمون در رفتارهامون هر کنش واکنشی که داریم برای برطرف کردن یکی از شیش نیاز اصلی خودمون هسته شیش نیاز چیه؟ از نیاز اول شروع میکنیم نیاز اول سرتنتی یا یقینه ما دلمون میخواد تو زندگیمون احساس امنیت بکنیم و از درد دوری بکنیم و احساس راحتی در فضای اطرافمون داشته باشیم feel safe, avoid pain and feel comfortable in our own environment ما دلمون میخواد یک حس امنیتی داشته باشیم که یه سقف بالا سرمونه غذای بعدی رو میدونیم که هستش که بخوریم و از در خونه هم بیرون همسایه قرار نیست به پره رومون و بیا بهمون حمله بکنه در این سهت ما اصولا در به مرور زمان برامون مهمه از زمان از وقتی که یک نوزاد هستیم تا وقتی که یک آدم بزرگ میشیم برامون مهمه که احساس کنیم که امنیتی وجود داره و در محیط اطرافمون و برای بعضیا اون امنیت میتونه همین یک نفسی باشه که میاد و میره برای بعضیا میتونه میلیون ها دلار پول باشه به آدم های مختلف متفاوته یه کدوردایی هم وجود داره برای این که من نارا هم به انگلیسی هم فارسی به فارسی به تو میگم کدورد اول کامفورت یعنی راحتی سکیوریتی امنیت سیفتی ام بودن استبیلیتی ثبات feeling grounded یعنی پامون مثل درخت تو زمین ریشه داره یعنی با هر باد و بورانی زمین نمیخوریم predictability یعنی قابل پیشگویی باشه پیش بینی باشه زندگیمون و protection یعنی که ازمون محافظت بشه نیاز بعدی uncertainty یا variety درست برخلاف اونه در درست در متضاد اونه هر ما به عنوان نوع بشر لازم داریم که در زندگی ایموشنالی یعنی از نظر احساسی و فیزیکلی دائما اکسرسایز رو تمرین بکنیم و تنوع تو زندگیمون داشته باشیم هر کسی نیاز داره تو زندگیش احساس تنوع داشته باشه ذهنمون جسممون و احساساتمون نیاز به تنوع دارن و اصولا بعضی از آدما این تنوع رو توی تلویزیون دیدن و اخبار دیدن میبینن بعضی از آدما میرن کارهای پرخطر انجام میدن و با اون کارها احساس تنوع میکنن بسته به شرایط و روحیه آدما داره خب مثلا من اینجا همیشه از همسر خودم مثال میزنم که وقتی ما با هم آشنا شده ایم موقعی بود که داشت خلبانی یاد میگرفت میرفت آموزش خلبانی موقعی بود که سولو از هواپیما پرید پایین موقعی بود که سنوبوردینگ میکرد سکوترین میکرد نمیدونم اسکی میکرد با موتور و نمیدونم دو میرفت رو صخره نوردی میکرد خیلی ورایتی نیاز به تنوع در اون موقع زیاد بود کدوردای نیاز چیه؟ کدوردای نیاز فیر یا ترس انستبیلیتی یا عدم ثبات چنج یا تغییر کیاس یا بحران انترتینمنت یا سرگرمی سورپرایز غافلگیر شدن کانفلیکت یا تضاد و کرایسس یا بحرانه نیاز سوم نیاز سیگنیفیکنس یا مهم بودنه ما هممون دلمون میخواد که به عنوان انسان مهم، احساس کنیم مهمیم و بهمون به احتیاج هست نیاز هست به ما از بچه ای که به دنیا میاد دلش بخواد بچه مهمه باشه برای همین تو خانواده ها بین بچه ها اولی که به دنیا میان تو دو سال اول حسابی رقابت هست و این به حده پدر مادره که این رقابت رو جوری منیج کنن جوری مدیریت کنن که این بچه ها با تا... کانفلیکت ناشی از این رقابت بزرگ نشن اینجاش جای خطرناکی اصولاً ما نیازه به مهم بودن در مقایسه ما با سایرین میاد درسته یعنی ما باید یک خودمون رو با یکی مقایسه کنیم حالا این مقایسه میتونه توی هایراکتیکی تا... یک طبقه بندی در یک کامپانی باشه این مقایسه میتونه با تو فامیل باشه با بچه های فامیل باشه هر جا میتونه باشه فقط مهم اینه که بعضی دلشون میخواد که برای اینه که مهم باشن اه... تو کارشون موفقیت تر میکنن کس کنن پولدار میشن مدارج درسی میگیرن نفر اول میشن بالاخره یه چیزی به دست من چیزی میسازن یه احترام میکنن بعضی میرن از اون طرفی یه رو خراب میکنن مثلا بهترین و راحت ترین بهترین که سریع ترین راه مهم شدن در یک جامعه از نظر از روش منفی میدونید چیه اینه که شخص مورد نظر یه دونه چاقو بگیره دم دست و گلو یه نفر دیگه بگه من الان اینو میکشم تمام جهان هستی دوربینا میره روش که ای وای نکن چی میخوای ما چجوری میتونیم به تو کمک کنیم تو رو خدا تو چقدر مهمی چه چا... بعد همه میرن سرچ کردن باباش کی بوده مامانش بوده که خودش کی بوده در یه وشکن این آدم احساس مهم, مهم بودن رو با بدترین و منفیترین روش به دست میاره کدوردا چیه؟ پراید یا غرور ایمپورتنس یا مهم بودن ستنداردز یا استانداردها اچیومنت یعنی دستاورد پرفورمنس کارایی پرفکشن کامل بودن ایوالویشن یعنی ارزیابی دیسیپلین که همون دسپلینه کمپتیشن رقابت و ریجکشن ریجکشن اونجایی میاد که تو ریجکت میشی در زندگیت و میری یه چاقو میذاری یا تو بچه های خانواده پر جمعیت. بازم بعضی از بچه ها یکی از راههایی که بتونن ایمپورتنس رو بگیرن نیاز رو برآورده بکنن اینه که میبینن خب شاگرد اول که نمیتونن بشن بشن تک ماده بیارن خب همه پدر مادر رو همه میریزن سرش که وای تو رو چه اینجوری شدی چه کمکی میتونیم به تو بکنیم یا تو چرا فلانی چرا انقدر تنبلی به هر ترتیب ناخ خداگاه این آدم چه بخواد چه نخواد توجه میگیره مثلا توجه توجه از نوع منفیه یه نیاز دیگه هست لاف یا کانکشن ما هممون به عنوان انسان دلمون میخواد با آدم دیگه در ارتباط باشیم و همش در دنبال دریافت عشق و محبت و امید هستیم نوزادان اگر در طول چند ماه اول زندگی بغل نشن ممکنه حتی بمیرن اینقدر این نیاز زیاده و در بعضی از کالچرها فرهنگها این, این, این ماجرا به واسطه اینه که این ماجرا لاو و کانکشن به واسطه اینه که همشون قبیلهی با هم زندگی میکنن به شدت نیازش برطرف میشه تو بچه ها. اتفاقی که با لاوا کانکشن میفته اینه که با کدوردایی میاد به نام توگیدرنس یعنی با هم بودن پشن یعنی اشتیاق یونیتی وارنت یونیتی یعنی اتحاد وارنت یعنی گرما تندرنس دوباره همون گرمی و عشق و دیزایر یعنی اشتیاق چهار نیاز اول رو گفتم دو تا نیاز دیگه داریم که کم از بقیه مهم نیستن ولی متفاوت مهمه اولی هست گروف یعنی پنجم نیاز در واقع گروف حسی که ما میخوایم رشد کنیم در واقع به عنوان انسان ما همیشه درمون میخواد رشد کنیم و بهتر و بهتر بشیم یا بزرگتر و بزرگتر بشیم یا قویتر و قویتر بشیم اگر ما لحظه ای که از رشد بیستیم مردیم تای میگه When we stop growing we die چرا؟ برای اینکه ما اصولا طراحی نوع بشر به نفعی هست که از نظر فیزیکی از نظر انتلیکچوالی یعنی هوشی از نظر ایموشنالی یعنی حسی و سپریچالی یا روحی ما باید رشد کنیم این طراحی وجود ماست حالا بعضیا میرن رشد کردنشون رو با اکسرسایز و تمرین و جیم و ماسل درست میکنن ماهیچه درست میکنن بعضیا میرن کتاب میخونن بعضیا زندگیشون رو قوی تر میکنن بعضیا پول بیشتر میگیرن بعضیا تمام تمرکزشون رو ریلیشنشیپشونه رو روابطشونه رو عشقشونه به هر ترتیب هر کدوممون داریم سعی میکنیم که اه, یه جای زندگیمون رو رشد بدیم حداقل کسی که این کار رو نمیکنه همانا کسیه که دیپرس شده چون انگیزه ای برای زندگی نداره نیاز آخر کانتریبیوشنه یعنی کمک کردن دادن ورای خودمون به سایرین به جهان هستی به اطرافیانمون ما همیشه تو زندگی زندگیمون نا کافی خواهد بود نه کارآمد خواهد بود اگر ورای آن چیزی که خودمون داریم به بقیه کمک نکنیم طبیعت نوع بشر دادن به بیرون و کمک کردنه بیشتر از آن چه که خودتون به دست میارین گاهی دلتون میخواد به بقیه بدین چون حس بهتری میگیری و این کمک کردن و اطرافیان فقط پولی نیست که بگی به یه چریتی به یه دونیشنی جایی پول بدین میتونه از درخت کاشتن باشه میتونه خوندن کتاب برای سالمندان و کوچی و بچه ها باشه میتونه تو خونه سالمندان رفتن و باشون معاشرت کردن باشه میتونه همون کردنشون باشه میتونه توی یه فاندریزین که بخوایم پول جمع کنی که برای کمک به جای دیگه باشه آسون ترین قسمت کانتریبیوشن میدونی کجاست اون قسمتی که شما از پول خودتون میدید سختش اون لحظه که پول دارین ترانسفر میکنید و واریز میکنید. آسونش اینجاست که تیک دادی تمام راحت شدید. سخت ترینش اینه که شما برید از زمان و انرژیتون مایه بذارید. یعنی یه ساعتی از روزتون رو بذارید پاشید برید کمک آدما بکنید و یه اتفاق بیرونی رو ایجاد بکنید رهبری یه گروهی رو بکنید که با هم مثلا برید توی جایی غذا بپزید کارای اینجوری که دیگه ما خودمون همه همه بهتر میدیم چه جوری علت این که خیلی از آدمایی که فوق العاده آدمای متمولین دیپرس میشن و افسرده احوال میشن اینه که ورای آن چیزی که خودشون هستن کانتریبیوت کمکی به جامعه اطرافشون نمیکنن ما اگه فقط هی پول به دست بیاریم بدون که از اون پول از اون داشته هامون حداقل از اون تجربهمون به جهان بیرونمون کمک کنیم یه تیکه بزرگی از شادیمون رو از خودمون گرفتیم شادی در دو قسمت کاملا ایجاد میشه در وجود ما یک با پیشرفت نواب موفقیت با پیشرفت دو با کمک کردن به سایر نوع بشر هدف من از این اپیزود اول لام تا کلام این بود که به شما این شیشتا نیاز اصلی به نوع بشر رو معرفی کنم و بهتون بگم که هر وقت که میان یه کاری برای کس دیگه بکنی هر وقت تو تقابلتون با کس دیگه هستید و درک نمیکنی که چرا من دارم این کار میکنم و یا چرا میخوام بکنم یا مطمئن نیستین که میخوایم بکنی یا نکنین برید و زیر ببینید که کدوم یکی از این شیشتا نیاز اصلی خودتون رو در اینجا برآورده میکنین و قصد و نیتتون از این کار چیه؟ دلتون شاد و تنتون سلامت